سلام، تو این ویدیو میخوایم نحوه استفاده از تابع نامبر ولیو رو برای شما شرح بدیم. عملکرد این تابع به این صورت هست که میاد یک متن ورودی رو دریافت میکنه و اون رو تبدیل میکنه به یه عدد، یعنی مقدارش رو به حالت عددی در میاره، فرمتش رو به صورت عدد در میاره تا توی محاسبات قابل استفاده باشه. به علاوه قابلیتی که این تابع داره اینه که مثلا ما توی یک متنی که دارای اعشار و جدا کننده هزارگان هست توی اعداد که سه تا سه تا جدا میشه، ما میتونیم اون علامت ها رو تغییر بدیم و به شکل قابل قبول برای سیستم در بیاریم. مثلا ما یه جا داریم که جدا کننده اعشار یا هزارگان غیر معموله توی یک متن و برای سیستم قابل شناسایی نیست. ما میتونیم با استفاده از این تابع علاوه بر این که اون متن رو تبدیل به عدد میکنیم، علامت اعشار و علامت جدا کننده هزارگان رو توش تغییر بدیم به طوری که در سیستم قابل شناسایی باشه و بشه محاسبات روش انجام بشه. خب فرمول تابع نامبر ولیو به این صورت هست که ورودی اول که وارد کردنش اجباری هست تکست هست، همون متنی که میخوایم به یک عدد تبدیل بشه. ورودی های دوم و سوم اختیاریه وارد کردنشون، فقط به شرطی که اون متنی که میخوایم تبدیل به عدد بکنیم علامت جدا کننده اعشار و هزارگانش درست باشه، یعنی شکلی باشه که برای سیستم قابل شناساییه. در غیر این صورت باید از این ورودی های اختیاری هم استفاده بکنیم که اگر نکنیم با ارور مواجه میشیم. برای جلوتر بهتون قشنگ با مثال توضیح میدیم. خب اولین ورودی اختیاری جدا کننده اعشار است، decimal separator، یعنی جدا کننده اعشار، و دومیش group separator هست یا جدا کننده گروه که منظور همون گروه هزارگانه که عددها رو سه تا سه تا جدا میکنه. خب بریم اولین تمرین رو انجام بدیم. ما اینجا یه عدد داریم که به صورت متن در واقع وارد شده، میخوایم تبدیلش کنیم به عدد. خب جدا کننده اعشار به صورت نقطه است اینجا که خب همون جدا کننده که توی سیستم ما تعریف شده. فقط توجه داشته باشید این جدا کننده ها تو هر سیستم ممکنه متفاوت باشه، بسته به این داره که توی کنترل پنل به چه صورت تنظیم کرده باشید، اما خب به طور معمول برای اعشار نقطه هست و برای جدا کننده هزارگان یعنی سه تا سه تا به صورت یک ویرگول هست. پس اینجا ورودی ما به طور صحیح وارد شده جدا کننده هاش، پس نیازی نیست ما تعیین کنیم که جدا کننده کدومه و تنها کافیه که تکستش رو وارد کنیم. به چه صورت؟ خب تابع رو می نویسیم number value، متنمون چیه؟ FSA، یعنی سلول FSA، سلولش رو وارد میکنیم، آدرسش رو، و میبینید که متن رو به صورت یک عدد در آورد. فقط توجه داشته باشید که با این تابع دیگه جدا کننده هزارگان حذف میشه و فقط اعشار میمونه. اون جدا کننده هزارگان فقط به این منظور ما توش وارد میکنیم که تعیین کنیم مثلا توی اون رشته متنیمون کدوم یکی از علامتهایی که توش هست منظورش جدا کننده هزارگانه. پس توی خروجی تابع دیگه اون جدا کننده اصلا وارد نمیشه، فقط یه عدد با جدا کننده اعشار. حالا اینجا ما میبینیم که تعداد عدد اعشارمون کمتر از ورودی هست. خب این خیلی ساده، ما از توی تب هوم قسمت نامبر این دو قسمتی که این بالا مشاهده میکنید به راحتی قابل تنظیم است که ما چند رقم اعشار داشته باشیم، کلیک میکنیم رو موردمون و قشنگ میتونیم تعدادشو با کلیک کردن مشخص کنیم، کم و زیاد کنیم که چند رقم اعشار داشته باشه. تو همه جا این کاربرد داره. خب مورد بعدی عدد دقیقا همون عدد بالایی هست، یعنی ورودی ما همون متنه، جدا کننده هزارگانش هم دقیقا همونه، فقط جدا کننده اعشارش اینجا ممیزه به جای نقطه، یعنی چیزی که برای سیستم ما تعریف نشده به این صورت. خب همون فرمول رو براش میزنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. number value F4، میبینیم که ارور value داد. این به این خاطر هست که جدا کننده اعشار اینجا چیزی که تو متن وارد شده برای سیستم قابل قبول نیست. پس اینجا دیگه لازمه که ما اون ورودی های اختیاری هم وارد کنیم، اینجا دیگه اجباری میشه که بهش بفهمونیم این ممیز منظورش همون جدا کننده اعشاره. به چه صورت؟ خب ما الان این ویرایش میکنیم فرمولمون رو، F4 که بود. خب اینجا الان فرمول رو براش تعیین میکنیم که جدا کننده ها چی هست.
اولین ورودی جدا کننده اعشاره، یعنی ما اینجا مشخص میکنیم که این ممیزی که اینجا وجود داره توی متن منظور جدا کننده اعشار هست. توجه داشته باشید که ترتیب وارد کردن جدا کننده اعشار و جدا کننده هزارگان رو توی فرمول رعایت کنید. اولیش میشه جدا کننده اعشار. خب دومیش که جدا کننده هزارگان که درسته، همون ویرگول برای سیستم قابل شناسایی نیاز است وارد کنیم، همین ممیز کافیه و میبندیم. میبینید که درست شد، اینجا دیگه مشکل نداره. حالا بخوایم باز ممیزش رو زیاد کنیم، به همون شکل قبل عمل کنیم، عدد دقیقا یکی هست. توی مورد بعدی جدا کننده اعشار و هزارگان به طور کامل متفاوت شده، یعنی جدا کننده هزارگان رو گذاشتیم علامت تعجب، جدا کننده اعشار رو گذاشتیم علامت سوال، که به هیچ وجه برای سیستم قابل شناسایی نیست. خب بیام امتحان میکنیم. number value اولیش هست F5 که اون سلولمونه. خب میخوام بگیم اینجا کدوم علامتی که توی مت هست منظور جدا کننده اعشاره. خب میدونیم علامت سواله، خب میگیم اینجا علامت سوال. دومیش جدا کننده هزارگانمون توی مت علامت تعجبه، میگیم اینجا منظورم از علامت تعجب همون جدا کننده هزارگانه که قابل شناسایی باشه برای سیستم و میبندیمش. میبینیم که عدد دوباره درست شد، بازم اینجا دوباره اعشارش اگه بخوایم زیاد میکنیم که مثل همین بشه دقیقا. پس اینجا متوجه شدیم منظور از جدا کننده اعشار و هزارگان توی فرمول اینه که ما مشخص کنیم، به سیستم بفهمونیم که توی اون متن ما کدوم علامت منظورش جدا کننده اعشاره و کدوم منظورش جدا کننده هزارگانه. خب این برای مواردی که ما یه متنی داریم که جدا کننده هاشون معمول نیستن، قابل فهم برای سیستم نیستن، خیلی مفیده. شما فرض کنید یک سری ارسان 1000 تا 1,000,000 تا عدد مختلف وارد شده دارید توی سیستم و همشون باید این جدا کننده‌شون فرق کنه، تغییر پیدا کنه که برای سیستم قابل شناسایی باشه. خیلی راحت با استفاده از این فرمول میتونیم این کار انجام بدیم، به جای که بخوایم دونه دونه همه رو تغییر بدیم که شاید روزها زمان ببره، راحت با یک فرمول توی چند ثانیه قابل انجامه. خب مورد بعدی درصده. خب ما اگه درصد رو تحت تاثیر این فرمول قرار بدیم به شکل عدد در میاد. مثلا چطور؟ number value F6 نیازی هم چیزی وارد کنیم چون دیگه همه چیش مشخصه، شد 1/10. خب 10% اگه عددی بخوایم حساب کنیم میشه 1/10. حالا اگر دو تا علامت درصد باشه این میشه 0.01%، که با این فرمول میشه 1/1000. 0.01% میشه 1/1000. حالا یه وقت میبینیم که ما یه عددی داریم، مثلا 125 ممیزه 523 ممیزه 2. خب ما توی یک عدد نمیتونیم دو تا ممیز داشته باشیم، اصلا منطقی نیست، اصلا نیازی به وجودش نیست. پس این عدد اصلا یک عدد درست نیست که بگیم دو تا ممیز داشته باشیم. همین مشکل باعث میشه که توی استفاده از این تابه به ارور بخوریم. به چه صورت؟ اینجا ما نشون میدیم، میگیم که number value سلول F8، تعیین میکنیم که جدا کننده اعشارمون هم هست ممیز، با این حال به ارور میخوریم. چرا؟ چون دو تا ممیز داریم و اصلا معنی نداره دو تا ممیز توی یه رشته عددی. اگر که همینجا یکی از ممیزها رو که آخرین ممیز در واقع میشه اضافه هست، درست میشه فرمون. پس همیشه اگر مثلا دیدیم چند تا ممیز داریم باید ممیزهای آخر رو حذف کنیم، فقط اولین ممیز باید بمونه، اولین اعشار باید بمونه در واقع. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.